با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین داوود را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و سوم از ماه سپتامبر. در روزهای دوشنبه عنوان مطالب ما مغالطات هست. امروز هم در همین باب صحبت میکنیم. عرض کنم مطالبی هست در باب دین، کتاب حلیت المتقین آقای مجلسی که اجل علمای شیعه هست و تمام این عرض کنم توضیح المسائل منشأش این آقاست که میدونید که در ایران آخوند شیعه به قدر کافی پیدا نمیشد. این است که از جبل عامل و فلسطین اینا آخوند شیعه آوردن در اصفهان و این داستان رو برا کردن و 1,000,000 حدیث جمع کردن. بله، این مرحوم هم حالا میخونم براتون، خنده آوره واقعا. اجازه بفرمایید با کلام بی‌نظیر حافظ ما شروع کنیم خدمت شما بزرگواران تا ببینیم به کجا میرسیم. مرا به رندی و عشق اون فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. این عرض می شود که در بحث نقد ادبی هم این کلام حافظ گفته شده است. فکر میکنم از لامارتین باشه. لامارتین شاعر معروف فرانسه که میگوید نقد حربه عاجزان است، که البته این هم درست هست هم درست است. بستگی دارد که چه نقدی. اون چه نقد در واقع آوازگری و قوغاگری است، اون حربه عاجزان است. باری حافظ هم همین رو میگوید، کمال سر محبت ببین نه نقص گناه. نقص یعنی کوتاهی، نقیصه دیگه. بله، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. ز عطر حور بهشت اون نفس برآید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. چنان زند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. صحبا و صهیب را هم آورده. صهیب یکی از این زهاد اسلام بوده است که گویا با عمر هم خیلی رفیق بوده است. حالا البته در زمین زهد و تقوا در اسلام بارها عرض کردم که آدم کشی، سرقت، خون کفار رو ریختن، مال مردم رو خوردن، غیر مسلمانان رو بیچاره کردن، این به دامن زهد هیچ لکه‌ای وارد نمی کن. این زهاد اسلام هم از اون جمله زهاد بوده. خب، چنان زند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد کس که در این نکته شک و ریب کند. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. که اشاره است به داستان موسی، البته وادی ایمن. زدیده خون به چکانت فسانه حافظ، چو یاد وقت شباب و زمان شیب کند. خیلی خوب، عرض کنم خدمت شما که دو مطلب مهم. مطلبی خواندیم در باب یک پیشنویس قانون اساسی بود که در نشریه انقلاب اسلامی جناب آقای ابوالحسن بنی سعد چاپ رسیده بود و زیر عنوان آقای بنی سعد بود. از دفتر آقای بنی سعد تماس گرفتن با دوستان ما و گفتن که این مطلب از ایشان نیست. بنابراین مطلبی که بنده خوندم و هنوز هم اینجاست که منسوب با آقای بنی سعد بود و بعدش هم نوشته بودن ابوالحسن بنی سعد، فرمودن که از ایشان نیست و یک شخصی در ایران این مطلب رو نوشته و از غیر معلوم آقای بنی سعد با بعض این مطالب این عرض میکنم اطلاعیه یا این پیشنویس هم مخالفم. یک. دوم این که نه از سوی من، چون دوستان زنگ میزنن عرض میکنم در باب این داستان مناظره که پیش آمد، که پیشنهاد فرامرز فروزنده دوست عزیز ما بود در تلویزیون اندیشه، مناظره با آقای شاهزاده رضا پهلوی، این پیشنهاد من نبود، پیشنهاد ایشون بود، منم استقبال کردم. تا اینجاشو من میدانم، ما بقیه ماجرا رو بنده نمیدانم. گویا از سوی ایشان به دفتر شاهزاده هم دعوتی فرستادن، بنده حاضرم در هر موقع با هر کسی مناظره کنم.
اما پیشنهاد از من نبوده. این مطلب. مطلب دیگر خواستم بگویم، یک دوست عرض میکنم عزیز و نازنینی بنده دارم در اروپا، در لندن، عرض شد که آقای ارسلان ساسانی پور، ارسلان بچه های بی نظیر ایران، بچه های وطن دوست، پیش رو و روشن و دوست من هست. خدمتشون هم هنو نرسیدم، این دوست عزیز رو ندیدم، با فعالیتشون آشنا هستم. به جرم وطن دوستی عرض میکنم که و نفی استبداد، این دوست عزیز ما رو هم البته عرض میکنم که عرازل عجامه رو اینها خدمتش میرسن، اشکالی نداره، در این راه خوبه، اتفاقا بد نیست اگه کار آدم درست باشه، حمله عجامر اشکالی نداره. اینم یک مطلب دیگر خواستم خدمتتون بگم، چون موضوع مغالطه و مغالطات هست، عرض شود که سعدی بیفرماید سخن را سر است ای خداوند و بن. ببینید وقتی ما یک سخنی میگوییم باید ببینیم که جوهر کلام چیست، و بحثی اگر میکنیم در باب مفهوم اون سخن بکنیم، نه به در دیوار بزنیم. مثلا فرض میکنیم من دو بیت سعدی خیلی عرض میکنم که بهش اشاره میکنم بعض اوقات، میخورم خدمتتون. میفرماید چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. خب اینجا جان کلام در واقع این است که شخص بایستی در مدیریت اقتصاد روزمرش دقت بکنه، بیشتر از دخلش خرج نکنه. گفت بر احوال اون مرد باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. یا مولانا میفرماید شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به با، تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. در واقع اشاره به عمل هست اینجا، همون در واقع مفهوم سخن شیخ اجل سعدی است که فرمود سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برآید به سخندان. بنابراین مایه و جان این کلام این بود که عرض کردم. حالا بین ما شرقی ها، اگه ما فرض رو فرمایید که این یه بحثی رو بدیم به این انگلیسی ها، انگلیسی ها خیلی مردمان عاقلی هستن، البته در عصر جدید عقل بیشتر از انگلیس بوده، عقلای بزرگ، اینها از مطلب خارج نمیشن. برای ما چرا؟ این مرتبه میبینیم که این شعر سعدی رو خوندیم در باب کم خرج کردن، مثلا یهو بحث ما میرسد به اینکه عمامه سعدی یا عمامش واقعا شیرازی بود یا عمامش خراسانی بود، بس منحرف میشه. این است که میفرماید سخن را سرسته خداوند و بن، اشاره به اینجا. هر چقدر که در یکی از این برنامه ها ما اینجا خدمت شما عرض کردیم که در سال 1976 که المپیک کانادا بود، مونتریال، 90 نفر از ایران ورزشکار آمد و 2 مدال برد. امسال که البته من اشتباه کردم در اعداد و پس میگیرم حرفمو، چون در این باب واقعا نگاه نکردم به خیلی کار این آمارا رو نگاه کردن آسونه، یک کلیک کامپیوتر که به من گفته بودن دو بار این دوست عزیز ما، حالا اسمشو نمیبرم، که اینا 25 نفر در حالی که گویا 52 نفر بود، اینها 12 مدال بردن. بنابراین جان سخن ما این بوده است که تعداد کسانی که آمدن و درصد مدالی که بردن، این جان مایه حرف ما بوده. و سلام علیکم دوست عزیز ورزشی گوی ما، برنامه روی این قضیه ساختن و من میخوام اینجا خدمت شما از امیر خواهش کنم پخش کنن. قبل از که پخش کنن خوب دقت بفرمایید ببینید چه آشفتگی و چه میزان پراکندگویی و چه سخنان نادرست از زبان این دوست آمده که ما مقالطات ایشون رو اینجا ظرف 5 دقیقه عرض میکنیم، چون این دوست که از کانادا زنگ زده بودن خیلی مایل بودن که اینجا. ما دو چیز رو گفتیم، یکی موضوع آزادی، یکی هم موضوع تعداد مدال ها، و عرض کردیم که این گسترش ورزش در آمریکا به خصوص اشاره به زنان بود، چون در واقع زنان آمریکا قبل از جنگ دوم خیلی نفوذ نداشتن در مراحل مختلف زندگی،
آمریکاییان. اما در روزگار جنگ دوم زنان شبان روزان در این کارخانه ها کار کردند و بعد که جنگ تمام شد البته حقوق بیشتری میخواستن. این هست که وضعیت زنان بعد از جنگ دوم در آمریکا تغییر کرد. شما به المپیک ها نگاه کنید، به صحنه ورزش هم نگاه کنید، طرز لباس پوشیدن خانم ها و تعداد مدال ها و در صحنه های دیگر، در صحنه های بنده که آمدن به آمریکا به عنوان مثال، در واقع درصد دانشجویان رشته حقوق زنان 4-5% بود، بعد میگم به 55% رسید. یعنی اینکه یک در واقع ترقی یا پیشرفت فزاینده‌ای در امور زنان در آمریکا بوده و در المپیک هم بوده. بنابراین موضوع آزادی بوده. حالا ببینیم که ایشون چی فرمودن و خوب دقت بفرمایید فرمایشاتشون. بنده هم اینجا یه مطالب یاد داشت کردم و خدمت شما عرض میکنم. لطفا پخش بفرمایید ببینیم که این مرد محترم چه فرموده است. عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، این یک نقد کاملا علمی ورزشی است و به ایشان، حتی به دوست عزیز دیگرم آقای میبودی، قطعا البته خودشون که برنامه دارن، ولی این برنامه هم در اختیارشونه که اگر احیانا با نظریات من مخالف دارند، در همین برخورد آرا هست که من فکر میکنم مردم بیشتر استفاده میکنند و مطلب روشن‌تر میشه. به این خاطر اجازه بفرمایید که تکه‌ای از صحبت‌های آقای مهندس مشیری رو با هم بشنویم، تکه کوتاهی رو، چون من فکر کردم طولانی حدود 30 دقیقه بوده، فکر میکنم حدود 30 دقیقه بوده، من بخش‌هایش که فکر میکنم نیاز به بررسی جدی داره رو انتخاب کردم. تکه اول رو با هم میبینیم. خب از اینم بگذر، المپیک ها به پایان رسید، تمام شد. چند چیز شایان توجه هست. یکی نقش زنان آمریکا در بردن مدال های طلا و مدال ها به طور عموم و ترازن اول شدن آمریکا در جهان در ورزش، این همه حاصل آزادی است، همه حاصل آزادی است، همین حاصل آزادی است. و چیز قابل توجه دیگر آن که ایران بسیار خوب درخشید. من میبینم ارز کنم طرفداران استبداد اصلا خوشحال نیستن، نامی هم نمیبرن. آقای علی خامنه‌ای هم چیزی نگفته. من شنیدم 25 تا قهرمان آوردن، 12 تا مدال مایه مباهات هر ایرانی. من یادم میاد سال 1976 90 نفر آدم فرستادن از ایران در همون روزگار پوش و بومن. 90 نفر 2 مدال بردن آقا، 90 نفر آمدن 2 مدال، یه برنز بردن، یه نقره که بنده به یاد دارم دیدم، چون 90 نفر پهلوان بردن، یعنی کارناوال ورزشی ایران به اندازه شوروی بود، 2 مدال. حالا 25 تا آدم آمدن 12 تا مدال برای ایران. این مایه افتخار هست. من خیلی خون به دل استبدادیون شده، جگر استبدادیون خون شده، آقا چرا اینا بردن؟ من همونجور که عرض کردم به مباحث سیاسی مطرح در این بحث کاری ندارم، چون اصلا تخصص من نیست. اگر این کار بکنم خودم ورود کردم به بحثی که حالا حداقل از نظر مردم تخصصی من ندارم، چون همیشه در ورزش بودم. اما آقای مشیری گفتن که اول شدن آمریکا و مدال گرفتن زنان آمریکا همه حاصل آزادی است. گفتن من شنیدم ایران 25، تصویر خود من باشه لطفاً، ممنون میشم. گفتن من شنیدم ایران 25 قهرمان آورده و 12 مدال گرفته که مایه مباهات است. راجع به این بخش در ادامه صحبت خواهم کرد. اما در ادامه گفتند من یادم میآید سال 76 90 نفر آدم فرستادند. اینجا یه نکته کوچولو بگم که اولا امسال ایران 25 نفر نیاورده و 53 نفر آورده. البته حالا این البته دو برابره، ولی به هر حال فکر میکنم خود آقای مهندس مشیری با من موافق هستن که وقتی که آمار میده آدم خب باید دقیقش رو بده دیگه. 90 نفر هم سال 76 نبوده، 84 نفر بوده. گفتن این 90 نفر 2 مدال بردند که درست، قطعا درسته.
بعد ادامه دادن که یعنی گروه ورزش ایران به اندازه شوروی بوده. گروه ورزش شوروی در اون سال 412 نفر بوده. یه نکته رو اول میخوام از آقای مشیری اجازه بگیرم بعد ادامه بدم. ایشان گفتن با خواندن شعری که البته اون قسمت نبود دیگه در این قسمت کوتاهی که پخش شد، با خواندن شعری از سعدی گفتن که انسان باید حرفش را بزند. مفهوم شعر این بود چون فردا معلوم نیست که باشد که حرفش را بزند یا نزند. من بسیار از شعر خواندن ایشان، از حافظ خواندن ایشان و به خصوص از تفسیر شاهنامه ایشان لذت میبرم. خودشان هم این رو میدانند بهتر از هر کسی. اما آقای مشیری، من نه تنها به اون 12 مدالی که بچه ها گرفتند افتخار میکنم، به اون 84 نفری هم که در سال 1976 به المپیک رفتند به اون هم میبادم. المپیک آقای مشیری اینجور نیست که اگه کسی خواست یه لشکر ببره مثلا 500 نفر بتونه ببره. المپیک برای حضور در مسابقات المپیک شما باید از مسابقات سخت و دشواری عبور کنید، کوالیفاید بشید، انتخاب بشید و سهمیه المپیک بگیرید. اون 84 نفری که شما فرمودید آمدند و دوتا مدال گرفتند، 18 نفرشون فوتبالیست بودند، امثال حجازی، قلیچخانی، پروین. اینها به عنوان قهرمان آسیا در این مسابقات شرکت کرده بودند و قطعا کسی از اونها توقع نداشت که قهرمان المپیک بشن، مدال طلا بگیرن. هرچند که کوبا رو بردن، با لهستان تیم سوم جام جهانی در یک رقابت نزدیک تنها 3-2 شکست خوردن و با روسیه یعنی شوروی اون موقع نتیجه بسیار قابل قبول 2-1 رو گرفتن و شکست خوردن. فوتبال ایران بعد از سال 1976 فقط یک بار در سال 1980 برای المپیک انتخاب شد که اون هم چون جمهوری اسلامی المپیک مسکو رو تحریم کرد اون تیم هم نرفت. یعنی از سال 1976 تا به امروز که من در خدمت شما هستم، بسیاری از دوستانی که ورزشی هستن این رو میدانن، ما داریم یه بحث تحلیلی میکنیم، از سال 1976 تا به امروز دیگه تیم فوتبال ایران انتخاب نشده. کلن در مسابقات مقدماتی فوتبال المپیک ما باختیم و شکست خوردیم. خب این 18 نفرشون، 12 نفرشون عضو تیم واترپولوی ایران بودن که به عنوان قهرمان آسیا به مسابقات رفته بود، همه بازیاش هم باخته بود. جالبه بدونید که از اون سال هرگز دیگه تیم واترپولوی ما جواز ورود به المپیک رو نگرفت. خب اون 12 نفر و 18 نفر میشه 30 نفر، از 84 نفر تقریبا میشه همین 53 نفری که بودن. در اون تیم ضمناً 4 تا دختر شمشیرباز بودن که باز به عنوان قهرمان آسیا در این مسابقات شرکت کرده بودن و علارغم اینکه نوپا بودند و دیگه هرگز شرکت نکردند در مسابقات المپیک، در اون مسابقات محبان، یکی از اون 4 نفر گیتی محبان، حریف آمریکاییش آرمسترانگ رو در شمشیر بازی موفق شده بود که شکست بده. حضور در المپیک واقعا خودش یک پیروزیه. امروز همین 53 نفری که در تیم ایران کاروان ایران بودند و رفتند به المپیک، همون الهه احمدی که نفر ششم تیراندازی شده، همون سلماز عباسی که آخر شده در قایقرانی، اینها سهمیه ورود به المپیک رو گرفتند. المپیک فقط قصه مدال نیست. برای اثبات این حرف یا حداقل این که خیلی خورده به من گرفته نشود، شاید
برخی از تیم هایی که در همین مسابقات سال 2012 بعد از ایران قرار گرفتند. ایران در مجموع 17 شده. تیم 18 جامائیکاست که با 50 در این مسابقات شرکت کرده، 12 مدال گرفته که 4 طلا بوده، 4 تا نقره، 4 تا برنز، و همه اینها به خاطر اوجوبه های دوی سرعت حاضر در کاروان تیم جامائیکا بوده. من هزاران بار با شما موافق هستم که آزادی در هر چیزی که باشه پیشرفت میاره. آزادی هم دیگه حدود و ثغور و اینا نداره. آزادی، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی عقیده، آزادی قلم، آزادی بیان. اما برای مدال گرفتن در المپیک 10 فاکتور دیگه نیازمند هست. یکیش در تیم جامائیکا بود که با 50 اومده یک کشور کوچکی به این مقام رسیده، همش به خاطر حضور، یا حداقل بخش عمدهش به خاطر حضور اوجوبه‌ای به نام یوسن بولت، سریع‌ترین ورزشکار تاریخ است، بهترین اسپرینتر دوی سرعت تاریخ است که حتی آمریکایی‌ها میگن او از جسی هانس و اینا، جسی اوهنز و اینا بهتره. ورزش امروز دنیا خیلی تخصصی تر از این حرف هاست. نگاه کنیم به یه سری دیگه از تیم‌های دیگه. در مقام 21 اسپانیا هست، یعنی بعد از ایران و جامائیکا و اینها، با 290 فقط 3 مدال طلا گرفته و مجموع 17. در مکان 22 اسپانیا رو شما بهتر از من میدانید که چه عظمتی داره در ورزش، در فوتبال، در تنیس، در هر رشته دیگری، در بسکتبال. در فینال فقط به امریکا 107-100 باخت و تمام تیم امریکا NBA پلیر بود، بازیکنان NBA بودن. برزیل با اون فوتبال، با اون والیبال 265 بودن، 3 مدال طلا گرفتن و مجموع 17. در ردیف 32 ترکیه هست که در 80-90% ورزش ها از ما پیشرفته تره. ترکیه فقط 2 مدال طلا میگیره با 114 نفر. در مکان 33 سوئیس هست که 2 مدال طلا میگیره و مجموع 4 مدال با 106 شرکت کننده. در مقام 37 سوئد که تنها 1 مدال طلا داره با اون ورزش پیشرفته و با 139 شرکت کننده. در مقام 42 آرژانتین قرار داره تنها با 1 مدال طلا. داستان بلژیک و فنلاند و مصر و بقیه هم به جای خودش هست. اما در ابتدا فرمودید که اول شدن آمریکا و مدال گرفتن زنان آمریکا همه حاصل آزادی است. علی‌رغم اینکه 1000% با شما موافق هستم که آزادی مهمترین چیز هست، من شخصا اعتقاد دارم شاید بشه ادعا کرد که آزادی از نون شبم واجب تره، اما عمومیت ورزش، نشاط، شادی جامعه است که وابستگی مستقیم به آزادی داره. میخوام یه چند تا مثال بزنم که این حرفی که زدم رو شاید روشن‌تر بگم. در همون المپیک سال 1976 که شما مثال زدید که ایران 2 مدال گرفته، شوروی با 125 مدال اول میشه. آمریکا اول نمیشه، شوروی اول میشه. جالبه این که آمریکا دوم هم نمیشه در اون مسابقات. آلمان شرقی، خواهرزاده شوروی، دوم میشه. آمریکا سوم میشه. بین 10 کشور اول 6 کشورشو من اسم میبرم، شما بگید به من که توی کدوم اینا آزادی بوده. شوروی، آلمان شرقی، لهستان، بلغارستان، کوبا و رومانی. اینا تمام از چاوشسکو و اینا و اقمار همون
درود بر شما بچه‌ران گرامی، دوست عزیز ما مطالبی گفتن و لازم است که ما این اشتباهات ایشون رو یک اشاره‌ای بکنیم. این چیزایی که من عرض کردم که گفتم من شنیدم، دوستان این دست آوردن آمار با یک کلیک کامپیوتر کاری ندارم، گفتم من شنیدم اون تعداد بوده، قاطع نگفتم. در ثانی حالا 84 نفر نه 90 نفر نه 84 نفر، ایشان میگوید که آقای فلانی اینجور نیست که همینجوری آدم بیاد وارد المپیک بشه، امتحانات سخت هست، سهمیه هست، چنین و چنان هست. بعد یک مرتبه میگن اونا که 18 نفرشون فوتبالیست بودن، نمیدونم چند نفرشون هم وارد پلو بودن، مثل که اینا برای مدال نیامده بودن. دوست عزیز، ما داریم صحبتی میکنیم که چه تعداد آدم تحمیل شده به ملت ایران که بیان اونجا نظر مخارج و چه تعداد مدال بردن. دیگه بقیه مطالب دیگه معل فارغه. میفرمان که وقتی ما تعداد فوتبالیستا رو کم کنیم، تعداد وادرپلوها رو کم کنیم، میشن 54 نفر، باز به اندازه همینا. خیلی خوب، 54 نفر شما رو من قبول میکنم، 53 نفر هم که فرمودین قبول میکنم. ما اینجا با حساب 54 نفر هم که فرمودید، دو تا مدال 3%، 3.7% اینا کارایی داشتن، در حالی که این 12 مدال تقسیم بر 53 ضرب در 100 22% بوده کارایی این تیم ایران. این نکته است. میگوید که مدال المپیک همش مدال نیست، پس چه چیزی است اگر مدال نیست؟ میگوید که مثلا تیم فلان کشور خیلی تیم عالی بود، هیچی هم مدال نبرد. آقا میان مدال ببرن، میان جایگاه پیدا بکنن، نمیان هواخوری کنن که این فوتبالیست ها، خود شما فرمودید فلان جا رو شکست دادن، فلان جا رو هم شکست دادن. خیلی خوب، پس آمده بودن جدی بازی کنن و ببرن ولی نبردن. معنی بعضی عباراتشون من نفهمیدم، که میگوید عمومیت ورزش هست در نمیدونم نشاط و شادی در ارتباط با آزه. من این عبارت این من به طور کلی فارسیشو به طور کل من متوجه نشدم که مقصود چیست. بعد در موضوع آزادی که عرض کردم خدمتون، من اینجا عرض شد که آمار خدمت شما میدم، در کل تاریخ المپیک زمستانی و تابستانی مجموعاً 17,283 مدال تقسیم شد. این مغلطه تعمیم جزء به کل رو نفرمایید دوست محترم، که در المپیک مونترال آمریکا سوم شد. میخواید بفرمایید ورزش آمریکا خوب نیست دیگه، یعنی در رد حرفای من میخواد صحبت کنید. عرض میکنم خدمت شما که از این 17,283 مدالی که تا حالا در المپیک‌های تابستانی و زمستانی داده شده، آمریکا با 2,652 مدال کشور اول تاریخ است به لحاظ ورزش. حالا در المپیک مونترال هم سوم شد. ولی تصویر عمومی مملکت، تعداد مدال‌هایی که این مملکت برده 2,652 تاست. این دوست ما حتما توجه نداشت به این مطلب. مطلب دیگر، من آمدم اینجا کشورهای دموکراتیک رو، همین کشورهای اروپایی مثل هلند، مثل ایتالیا، مثل کانادا، مثل دانمارک، آلمان و انگلیس و هند که اساسا آزادی هست ولی ورزش درش نیست، و این کشورهای دموکراتیک دیگه مثل فرض کنید سوئد و سوئیس و اینها رو من جمع کردم، کشورهای نیمه دموکراتیک هم دادم به ایشون. این کشورهای دموکراتیک در تاریخ المپیک 9,440 مدال بردن با آمریکا روی هم، که ما اگر کم بکنیم همه جهان استبدادی 7,843، یعنی باز کشورهای آزاد بودن، دموکراتیک بودن که بیشتر درخشیدن به تعداد خیلی بالایی، یعنی 9,440 مدال برابر با 7,843 مدال. رابطه مستقیم داشته است
این تعداد مدال ها با قضیه آزادی و دموکراسی. آمارش هم هست، می توانید مراجعه بفرمایید که عرض بکنم که تاریخ المپیک و در اونجا معلوم می شود که چه بوده. این است که این که می فرمایید که اینها 90 نفر نبودن 84 نفر بودن، خیلی خوب، بنده اشتباه کردم، 18 نفرش رو کم میکنید، 12 نفرش هم کم میکنید، میشود 54 نفر. خب این 54 نفر هم که دو مدال بیشتر نبردن که، دوست عزیز. و من نمیدانم کجای ورزش به سیاست مربوط نیست. در اون روزگار آقای شاپور غلامرضا رئیس کمیته المپیک بود، یه آدم های مثل حجت کاشانی و تیمسار نمتی و گروهبان فلان کس اینا مسئول ورزش مملکت، یا آدم مثل عبدالله موحد و غلامرضا تختی رو هم محروم میکردن از فعالیت. دارم کتاب تختی رو میارم خدمتتون. خیلی چیزها هست. چه چیزها هست؟ بنده که نمیدن اینجا بشینم عرض میشود که تاریخ ورزش برام شما سیزارم رو تحلیل قضایه ورزشی میکنم، ولی اصلا علمیست. میفرمونید بحث علمی کدوم ورزش که علمیست که دوست عزیز؟ تربیت بدنی، گیمه، اینا اساسا گیمه دوست عزیز. این المپیک ها با این عظمت، این بسکتبال آمریکا، اون فوتبال جام جهانی، اینا همه نهایتا بازی گیمه. سرنوشت بشر در این گیم ها تغییر نمیشه، داروی سرطان کشف نمیشه، داروی نمیدم ایدز کشف نمیشه، گیم بازی برای نشاطه، در واقع جنبه های انسانیشه. میگن المپیک گیمز. همه چیز به سیاست مربوط هست، همه چیز به سیاست مربوط است. چگونه می شود گفت ورزش به سیاست مربوط نیست، در حالی که در همون روزگاری که همین آلمان شرقی جزء اخبار روسیه بود، معلوم شد بعد که چه داروها می دادن به این دختران آلمان شرقی که به قول ایشان گفت اول شد نمیدونم دوم شد بعد از روسیه بود در همه اولاد، به خاطر اینکه نشان بدهن سیستم سیاسی ما برتر و بهتر از این کاپیتالیست هاست. این کارها رو میکرد. هیچ مرزبندی مشخصی نداره، همه چیز به سیاست مربوط. این هست که خواستم این دو سه نکته رو از میشهد که بعد مغالطات دیگر مثل اسپانیا با اون همه عظمت ورزش. من نمیدونم اسپانیا عظمت ورزشش، خب حالا تیم فوتبالش خیلی نبوده، ولی اسپانیا همچنان صاحب ورزش اونچنان در تاریخ نبوده. اصلا بحث ما به یوسین بولت چه ربطی داره؟ تازه من شنیدم، باز یقه ما رو نگیرید، شنیدم که این دوندگان جامائیکایی تو آمریکا تمرین میکنن بیشتر. بازم میگم شنیدم. چه ربطی داره به یوسین بولت؟ دو کلمه ساده ما گفتیم. حالا این دوست عزیز ما چرا ناراحت شده؟ فکر کرده به حیطه تخصصیش تجاوز شده. چون یک بار من خدمت شما اینجا عرض کردم که آقا ببینید فوتبال ورزش برای حرفه. شما تشویر انگلیس در این باراشون بشینید، به خصوص اگر مسابقاتی باشه، همه حرف فوتبال میزن. اصلا سخن رایج و غالب در بیشتر مواقع، در بیشتر فصول در انگلستان صحبت فوتبال از بچه. یک روز ما گفتیم آقا در سال 1970 تیم برزیل که آمد میگوین دریم تیم بوده، بهترین تیم میگوین بوده، یعنی چه اشارات گذرای بر سبیل تفنن و نام بکنبار رو من بردم و زیلر در روزگار نوجوانی ما به ایشون برخورده. یه روز تو ماشین نشسته بودیم، گفت آقا من میدونم شما شوخی کردید، نمیخواستید وارد این بحث بشید و اینا. عزیز من این در اختیار همه است، یه کاری نداره که من بشینم آمارا رو چک کنم بیام راجبش صحبت. پس نتیجه میگیریم که آزادی، باز عرض میکنم یک بار دیگر، کشورهای دموکراتیک در این تاریخ المپیک با
9440 مدال تمام این جهان استبدادی چین و شوروی و اعمارش و غیره و اینها رو زدن در واقع در میدانها در رقابت‌های ورزشی اینها رو شکست داد. جمع جهان من نیمه دموکراتیک ها دادم خدمت ایشون. اینها جمعاً 7843 و در مقابل 9440 از مجموع 17283 مدالی که در المپیک‌های تابستانی و زمستانی اینها توزیع شده است. بله و اینم که ما گفتیم آقا مستبدین خوششان نمد، شما میفرمایید که ما خیلی هم با خوشمون اومد، مگه شما هم جز استبدادیون هستین؟ خدای نکرده من با شما نبودم، عرض کردم عوامل استبداد دوست ندارن بر برنده شدن ایران رو، و چنان سخن گفتن که گویی بنده خوشحال نشدم. آقا اون دو مدالم خیلی خوب بود والله، خیلی ما خوشحال شدیم آقای عرض کنم که اون ورزشکار معروف مملکتمون فراموش کردم اسمشو که برنده شد، برزگر برنده مدال نقره شد، ما خیلی خیلی خوشحال شدیم، مملکت ماست به هر صورت. این ایران زمین کشور ایران است و مردم ایران. این حکومت ها مانند یک آرزه خوب و بد هستند. یه وقت از انسان حالش خوشه، صبح پاشو از خواب سر حال، بدنش سالمه، میشه یه حکومتی مثل حکومت شاه عباس مثلا عرض میکنه، یا پیدا میشه دلش درد میکنه، سرش درد میکنه، میشه مثل این حکومت. اما اینا عوارضی هستن بر این ملت، این ملت ایران هست و این کشور ایران که میماند. این حکومت ها رفتنی هست. خب امیر جان پس شما موسیقی رو بفرمایید و پخش کنید و برمیگردیم سر قضایای مهمتر. با درود بر شما هموطنان گرامی بزرگوار، عرض می شود که نکته آخرم من در این باب بگم، یکی این که آقای وارث دوست من هستن، فراموش نشود چندین بارم من ذکر خیلی کردم از این مرد محترم، و اینکه حتی در باب ایشون گفتن یکی از معدود اشخاصی که دلش با زبان یکیست همین مجید وارث خودمان است چندین بار، و دوستی ما برجاست. و هر صورت ایشون نقدی کرده بودن ما هم جوابی دادیم. باری هر شبت که حالا میایم سر اینکه این داستان چه بوده. ببینید شما میتوانید با زور و شلاق و کتک و برنامه‌های اونچنانی از این کارهایی که چینی‌ها میکنن در حق این دختر بچه‌ها که سرسای بین المللی کرد، برای اینکه چین بگوید که ما هم بله هستیم، این عقده‌های تاریخی و این تحقیرهای تاریخی که توسط عرض کنم انگلیس‌ها و ژاپنی‌ها بر ملت چین رفته، حالا اینا میخوان بگن که ما هم عرض کنم که در دنیا صاحب کر و فری هستیم، به هزار فشار و ناراحتی و اینها این بچه ها رو میاره. البته میشود مدال برد، ولی در یک تحلیل نهایی میبینیم که باز کشور آزاد هستن که برتری دارن. این مدال هم که بچه های ایران بردن، من مطمئنم با هزار گرفتاری، یکیش نمیدونم خدایا از همین کسب و کار رو، حتی کسب و کارم شما فکر نکنید دولت از اینها پشتیبانی میکند یا چیز، اینا واسه کوشش های فردی و جانفشانی های فردی است در این سیستمی که مطلقا و ابدا اصلا پدیده به نام ورزش رو نه میشناسه نه قبول داره. این است که این دولت های این چنینی حکایت دیگری دارن واقعا، مثل جمهوری اسلامی. هیتلر هم یک زمانی، البته بحث هیتلر به اینا مربوط نیست، در همون المپیک برلین این آقای جسی اوونز که مدال‌ها رو برد، اینا آمده بود که نژاد برتر چشم بقیه میدونم آبی بلاند جرمن مدال‌ها رو ببره، بعد یک مرد سیاه‌پوست آمد و جلو چشم هیتلر مدال‌ها رو برد، فکر کنم 4 مدال اگه اشتباه نکنم. جسی اوونز. اینها بعضی از اینها به قول اینجایی ها میگوین historical significance، اون اهمیت تاریخی مدال های جسی اوونز خیلی بالاتر از اهمیت تاریخی مدال های یوسین بولت به نظر من، به دلیلی که عرض کردم
چون فاشیسم خونخوار هیتلری میخواست با این وسیله نژاد پرستیش رو و حقانیت نژاد پرستی رو به اثبات برسونه، یک مرد سیاه‌پوست آمد باطل کرد. این خیلی خیلی مهمه. خیلی خوب، از این داستان هم میگذاریم. اجازه بفرمایید که برویم سر باقر مجلسی. خیلی خوب، خوب عرض کنم که چیزهایی که در این کتاب هست از نظر تخیل و ایجاد وحشت در زمینه ایجاد وحشت، من فکر کنم یا آقای اسپیلزبرگ هم نتواند چنین چیزها بسازن. خانمی زنگ زدن که آقا در باب مرگ صحبت کن. من خانه زن گناهکارم. آقا من نمیدونم خانم شما چه کردید که گناهکارید؟ اگر از دیوار مردم بالا رفتید، کسی رو کشتید، نمیدونم تجاوز به حقوق کسی کردید، اون این دیگه جرم اسمشه. من یعنی حد جرم و گناه هم در این جمهوری پربرکت معلوم نیست. ولی نپذیرید که شما گناهکارید. اگر کاری که انجام میدهید به خود شما مربوط است. این یکی از دردناکترین تلفن‌هایی بود که من گرفتم. یکی در عمق سایکی خودش قبول بکنه که زن گناهکاریست در باب مرد. خب ببینید، عرض کردم در این بیابان‌ها دولتی نبود، قانونی نبود، ضمانت اجرای سخنان این مثلا پیغمبران که خود این پیغمبر و پیغمبر یک مغلطه است. کسی از آسمان ها پیغام براش نیامده علل اطلاق عرض میکنم، چون میسر نیست. اصلا چنین چیز غیر ممکنه، هم به غیر ممکن غیر ممکنه. مثل اینکه فرض کنی که ببین که اقیانوس اطلس رو میخوام در یه استکان بریز، اصلا نمیشه، غیر ممکنه، چنین چیز میسر نیست. اینها می آمدن ضمانت اجرایی این حرفهای خودشون رو که مردم از اینها پیروی بکنن، موهومات مابعد طبیعه سوزی می کردن. یک موجود هولناک موهوم به نام خدا که این پدر شما رو در میاد اگه به حرفای من گوش نکن. به موفقم بودن اتفاقا، همین اقوال این حرفا رو زدن. عرض کردم مارکس به اون عظمت علمیش سیستمش بخش مهمی از جهان رو گرفت و بعد شده به جهت اینکه وارد قضایای روانی که این دوستان قدیمی شدن نشد. بیچاره میخواست وضعیت نمیدونم طبقه کارگر رو، طبقه محروم رو بهتر بکنه و چنین رو چنین. نیمه فیلسوف نیمه اقتصاددان بود که در هر دو رشته هم البته آدم نابغه بود. این آمده تا قبر رو، بعد از قبر رو، اینها با ایجاد رعب و وحشت در دل آدم ها که حرفای اینو گوش کنن، پیروی بکنن از هر. من اینجا از کتاب حلیت المتقین برای شما میخوانم، ببینید که چه کرده در احوال قبر. کتاب ها اینا رو باز میکنید، جز سخنان لاطاهل و حرفهای باطل و در واقع کاغذ سیاه کردن بی حاصل در طول این چند هزار سال هیچی نبوده واقعا. خب اینجا در تدارک مرگ من برای شما میارم، ببینید که چه احوالی است و چه حکایتی است. حالا من از میانه میخوانم، از نقل قول از حضرت باقر میخوانم. خیلی خب، حدیث ها میگوید شیخ مفید حدیثی نقل کرده به سند خود، به سند خود، شیخ مفید به سند خود، از حضرت باقر علیه السلام که خلاصه و مضمونان این است که چون خدای تعالی خواهد که روح فاجر را قبض کند، امر می‌فرماید ملک الموت را که برو با اعوان خود به سوی دشمن من که انعام کردم بر او به انواع نعمتها و دعوت نمودم او را به دار السلام که بهشت است و او نخواست و کفران نعمت من کرد، روح پلیدش را گرفته و در دوزخ انداز. خیلی خوب، پس خداوند دستور میده به ملک الموت. ملک الموت یعنی ملک الموت یعنی فرشته‌ای که مأمور قبض روح افراده. خب
که روح پلید این رو از بدنش جدا کن و به دوزخ انداز. پس ملک الموت را با روی ترش و شب تار و نفس چون زبانه آتش با دیده مانند برق تابنده و صدایی چون رعد در هم شکننده، سر در آسمان و پا در هوا، یکی در مغرب یکی در مشرق و سیخی به کف که شعبه های بسیار در اون باشد. یعنی سیخی که میگیره یه دسته داره شعبه های بسیار، مثل تیرهای قدیم میساختن پنج پیکانه، این دستشه. با پانصد ملک همه با تازیانه های مشتعل و پلاسی سیاه و اخگری از جهنم برداشته باشد. پس سبتائیل که از خازنان جهنم است، سبتائیل که از جهنم است، بر او در آید و شربتی از جهنم در کام او ریزد که پیوسته تشنه باشد تا داخل دوزخ شود. یعنی این بیچاره بدبختی که نه نامه نوشته بود نه دعوت کرده بود که به این دنیا بیاد و این خدای تبارک و تعالی او رو خلق کرده بود، حالا داره این بدحال رو بروزش میاد. این خدا هم خیلی کلکه واقعا. آقا این بیچاره که نخواست به این دنیا بیاد، که اون نمیدونست که داره به این دنیا میاد. خب حالا تا تشنه دازه دوزخ، چون نظر اون بی سعادت بر ملک الموت افتد، دیدش باز ماند و عقلش پرواز کند و استغاثه نماید که مرا به دنیا برگردانید، بشنود که این نخواهد شد. پس بزند اون سیخ را و روح او را بکشد بکشد از جانب پاهای او، و چون روح او به زانو برسد که نتواند جنبد، امر کند از اون تازیانه ها برو زنند. پس سکرات موت و شدت ها به او بچشاند که گویا هزار شمشیر همه به او بزنند و چنان به سختی روح او را بکشد مانند سیخ پرمشعله از نمدی تر. وای وای، سیخ پرمشعله از نمدی تر. پس اون سیخ را در بدن او بگرداند و شعبه های جان او را از جمیع رگها و بندها و اعضا در آورد چون جان به گلوی او برسد. ببین آدم تیر روان جنایتگری باستی باشه کسی که این چیزها رو می نویسه. آدم پاک دینت مصلح انسان دوست هرگز اینجور چیزها به ذهنش نمیذاره که در حق کسی دیگه این چیزها رو بخواد. اینا آدم های تیر روان جنایتگری بودن، صاحبان این نوشته ها و این کتاب ها، پر از تعصبات ضد بشری. سیخ پرمشعله از نمدی تر. پس اون سیخ را در بدن او بگردانند و شعبه های جان او را از جمیع رگها و بندها و اعضا در آورد چون جان به گلوی او برسد. ملائکه تازیانه بر او زنند و رو و بر پشت او و گویند به اونت بیرون کن جان خود را، چنان که در قرآن است. پس اگر ببینی ستمکاران بر خود یا دیگری را در سکرات موت و ملائکه دست ها کشیده به قبض ارواح ایشان و گویند بیرون کنید جانهای خود را که امروز مزد داده می شود، به شما عذاب خاری و مذلت به سبب اینکه می گفتید بر خدا غیر حق و تکبر می کردید و از قبول کردن آیات خدا چون در هشت در آورن زن بدنش را میانه پتک و سندان در هم شکنند از سرانگشتان تا دیده های او، پس گندی براید که تمام آسمان ها بخاری شوند و تمام ملائکه لعنت کنند. حالی آدم میخواد بمیره و چون روح او را به آسمان ها برند درها را بر او ببندند چنان که در قرآن است: لا تفتح لکم ابواب السماء، یعنی درهای آسمان را بر او باز نکنید. پس ندا در رسد که برگردانید این روح پلید را بر زمین که ایشان را از زمین آفریدم و به آن بر میگردانم و بیرون می آورم بار دیگر چون او را در تابوت گذارند، شیاطین جنازه او را بردارند و چون نزدیک قبر رسانند بقعه های زمین فریاد برآورند و به خدا استغاثه کنند از او تا در گوداری که مقرر است او را دفن کنند و زمین او را خطاب کند که لا مرحبا بکر،
خوش نیامدی ای دشمن خدا، و بر پشت من که راه می رفتی تو را دشمن داشتم، و امروز در شکم من آمدی بیشتر دشمن می دارم. به عزت پروردگار که مجاورتی بد کنم. حالا زمین داره اینو بردن، این همه بلاها رو به روزش آوردن، سیخ در شکمش کردن چنین و چنان، و گفته ببرینش به قعر زمین. حالا زمین زبان باز کرده داره میگه که بر پشت من راه میرفتی چنین و چنان میکردی، حالا خوب شد که آمدی، بیچارت میکنم. بله امروز در شکم من آمدی، خب به عزت پروردگار که مجاورتی بد کنم، و بر تو تنگ و موهش گردانم، و گوداری شوم از جهنم. پس منکر و نکیر در آیند با روحهای سیاه و دیده کبود، به حدقه ها مانند دیگ سرخ چون برق لامه شکافنده، به نیش های خود زمین را و قبر او را به آواز و به آواز رعداسا بانگ برو زنند که جانش به هنجره آید. پرسند از خدا و دین و پیغمبر و امام، گوید نمیدانم. گویند در دنیا شک داشتی، در اینجا هم شک داری؟ اونگاه گرزی برو زنند که غیر از جن و انس اون چه در مشرق و مغرب عالم است همه بشنوند، و ماهیان و وحشیان همه رم کنند، و خداوند مسلط گرداند برو مار سیاهی ابلق که روزی 36 مرتبه برو عذاب کند. پس به سبب آنکه کارهای بد را از مردم پنهان و از خدا پروانه می کرد، پس ملائکه چر و کور را بر او مسلط گردانند تا او را عذاب کنند، پیوسته به ضرب گرزهای آهنین بر او زنند تا روز قیامت. و تتمه این حدیث در عقبه اول گناهکاران مذکور خواهد شد، و مروی از حضرت ابراهیم خلیل که به ملک الموت فرمود می توانی خود را به صورتی که مؤمن را قبض روح نمایی به من بنمایی؟ گفت بلی. روی خود را بگردان. پس جوان دید خوش صورت و جامه و شمامل و بوی خوش، فرمود اگر ببینید حسن جمال او را بس است او را. پس خواهش کرد دیدن صورتی که قبض روح فاجر را می کند. گفت تا به دیدن اون را نداری؟ فرمود دارم. گفت روی بگردان. پس نظر کرد مردی را دید سیاه موهای راست ایستاده در نهایت بدبویی با جامه های سیاه، و از دهان و سوراخ های بینی و آتش و دود بیرون می آید. حضرت بیهوش شد، چون به هوش آمد ملک الموت را به صورت اول دید، فرمود اگر فاجر ببیند تو را به این صورت، کافی است برای او عذاب. و حضرت امیرالمومنین می فرماید که چون آدمی را روز آخر دنیا و اول آخرت می رسد و مشتمل می شود برو مال و اعمال و اهل او، پس همش لاتایل مزخرفات ها رو می کند به مال، که والله چه حریص بودم بر جمع کردن تو، و بخیل بودم در صرف کردن اون. الحال مرا چه مدد می کنی؟ جواب گوید که کفن خود را از من بردار. پس رو به فرزندان خود التفات کند که والله شما را بسیار دوست می داشتم و حمایت کردم، و امروز برای من چه دارید؟ گویند که ما تو را تا قبرت می رسانیم. پس روی به عمل خود آورد و گوید والله من خواهان تو بودم و تو بر من گواه بودی، امروز چه مدد می کنی؟ گوید قرین تو هم در قبر و حشر تا من و تو را بر خدا عرض کنند. پس چنین و چنان. اینا وحشت الله است در واقع، یعنی مردم بیچاره ای که از مادر به دنیا میاد با یک حقوق میخواد زندگی کنه. در واقع این اسلام در واقع زندگی هیچ دستوری نداره، دستور آبادی جهان، دستور در واقع لذت بردن از این جهان زیبا که تنها بهشت کائنات همین زمین ماست. تا اونجایی که علم نجوم نشون داده تمام این عرض میکنم که اجرام سماوی به قول علما اینها محلهای خطرناک سرد یا داغ یا گاز، اینا قابل زندگی نیست. تنها بهشتی که تا حالا کشف شده این زمین عزیز لطیف زیباست که به یک وجه خیلی خیلی دقیق داره کار خودش انجام میده و در این زندگی هست و زیبایی هست و انسان هست و نمیدونم گیاهان هستن و آبشارها هست و محل زندگی و زیباییست. انسان بیچاره در این فاصله حیات باستی بتواند لذتی ببرد از این زندگی که یک شانس بیشتر ندارد در طول تاریخ. هیچ از این حرفا اینجا نیست. تا زنده هستی که تکالیف شرعی باستی انجام بده، این داره هیچ حقی هم نیستی. از کردم بارها اسلام به انسان حقی نمیده. اگر خطا نکنم در سوره مائده میگوید خداوند جان شما و مال شما را از شما خریده بهش فروخته،
این جان رو باید صرف کشتار بکنید در راه خدا. حقی ندارید شما. به مؤمنین میگویم اینم بعد از مردن بیچاره بدبخت آدمهای نادان رو، آدمهای عوام رو با همین حرفا ترسانیدن بیچاره. زندگی چند روزه رو بر مردم حرام کردن با همین حرف. حالا ما چه چیزهایی رو باید قبول بکنیم؟ دوستان عزیز، برمیگرده به این آدم جدید، انسان مدرن، به این نقطه رسید که اگر پدیده‌ای هست که ما نتوانیم اون رو تجربه بکنیم، یا با استدلال‌های قوی در واقع حضورش رو به اثبات برسانیم، که باز این استدلال هم راجع می‌شود به مشاهده و تجربه، این رو ما باید دروغ بپنداریم. البته خیلی چیزا هست در باب جهان که ما نمیدانیم، اما اون که علم نامیده میشود اون چیزهایی است که بر اثر مشاهده و تجربه ما میتوانیم وجود اونها رو اثبات کنیم. حتی الکترون ها که کوچکترین ذرات بودن تا روزگاران، کوچکتر از الکترون هم هست در واقع، اینها رو ما الکترون رو نمیبینیم به هیچ وجه، با میکروسکوپ هم نمیبینیم، اما وجودش رو در آزمایشگاه آقای جی جی تامسون که یکی از همین انگلیس ها بود در همین لابراتوار مشهور کمبریج وجودش رو به اثبات رسوند. بنابراین ما هیچ تجربه ای از این که قبر فشار می آورد، نکیر و منکری هستن با گرزهای آتشی، این سخنان لاتایل باقر مجلسی، اینها این همه سخنان باطل نادرستی است. این ترساندن از مرگ از جمله ابزار این مذاهب بوده. فروید میگوید ترس و طمع، زرایش به دین و گیر کردن در این دنده خشک و در واقع هولناک به لحاظ سر و صداش عرض میکنم، این به خاطر دو چیزه از نظر فروید. کتابی دارد کم حجم خرمایه، Future of an Illusion، یعنی آینده یک توهم. در اونجا فروید به لحاظ روانشناسی توضیح میدهد که گرفتار این مذهب و دین شدن به دو دلیل است. یکی ترس همین چیزها که این خانم زنگ زده است که من آدم گناهکاری هستم و خیلی میترسم. یکی هم به جهت طمع، طمع برای تداوم زندگی. همین فروزی فرمود همین آز کمتر نگردد به سال، همین روز جویم به تقویم و فال. یه تمر زندگی با سن از بین نمیره. منی که در این سن هستم شاید در حدود 70 این سخن رو فرموده، با تقویم و فال دارم نگاه میکنم ببینم چه میزان دیگه زندگی دارم، این آز زیستن در من هنوز هست، میل به زندگی دارم. البته در این موارد این استاد سخنان حکیمانه بسیار دارد. یک جا هم می‌فرماید اگر چند مانی بگیتی دراز، زرنج تن آوید به رفتن نیاز. میگوید که عمر تو وقتی خیلی طولانی شد، این بدن تو دچار گرفتاری‌ها و دردهایی میشه که واقعا نیازمند مرگ هستی که راحت بشه. بنابراین به لحاظ علمی دوست عزیز و خانم را عرض میکنم این سخنان همه باطل و لاتائل و بیحاصله. هیچ نشانه انسان، بدن انسان دوست عزیز مثل یک ماشین، شما این موتور یک ماشین رو ببینید، آقا این چند تا پیستون داره که اینا کار احتراق انجام میدن، نیروهاش رو منتقل میکنن به میلنگ، یه دستگاه داره بنزین و برق تنظیم میکنه، اینا باید همه با هم کار کنن که اتومبیل درست کار کنه. بدن انسان هم که این اعضای نمیدونن کبد و جگر و روده و قلب و مغز و عروق و همه اینا باید با هم کار بکنه، بدن در تعادل باشه تا زنده باشه. وقتی هم که از تعادل خارج شد میمیره، مثل ماشینی که خاموش میشه. علم این رو میگه، کما اینکه شما این مرده رو برمیدارید میسوزونید، خاکسترش رو هم دارید میبرید دیگه، اون بدن نه حسی داره، نه چیزی میفهمه، نه دردی رو حس میکنه، نه فشاری رو حس میکنه، نه صدای ملک الموت رو میشنوه، نه صدای نمیدونم با محمد باقر رو میشنوه، تمام شده.
آخر کار دلیلی هم نیست که چیزی وجود داشته باشه. آیه مغلطه هم هست، مغلطه نتیجه در واقع نادلپذیر. ما آدم ها بالاخره ادعایی هم داریم، چون وقتی زنده هستیم عقل و فضل داریم، قوه استدلال داریم، خیلی چیزا داریم. آقا همین تموم شد. آیا هیچ حکیم خردمندی کار بیهوده میکند؟ نه خیر، البته خداوند حکیم کار بیهوده نه، کار بدون مقصد نمیکند. از اینجور استدلالات باطل جامیست که عقل آفرین میزندش، منصوب به خیام نشابوری. جامیست که عقل آفرین میزند، وجود زیبای انسان رو میگه، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. یک حماقتی در کار دستگاه خلقت خیام دیده، یا کسی موجود به این زیبایی خلق میکنه بعد دوباره بزنه بشکنه، باز کوزه بسازه و بشکنه، هی بسازه و بشکنه. این چیزیست که هست. حالا حاصل این حرفایی که این زده، اون استنتاجی که میخواد بکنه بد نیست. یه پرسیدن آقا در زندگی چه کردی؟ آیا اهل خیرات و مبرات بودی؟ آیا آدم بخشنده‌ای بودی؟ آیا به همسایت کمک می‌کردی؟ آیا از مالت نمی‌دونم چیزی به کسی می‌دادی؟ این حاصل اینها رو، حاصلش خوب اخلاقیه، اما این رسوندن شخص به دنجا خیلی دروغ و از می‌کنم لاتائل هست. در واقع کاری می‌کند که نیکی در روی زمین به خاطر نیکی انجام نشه، یا از وحشت قبر، یا نمیدونم فشار قبر، نمیدونم گرز نکیر و منکر، نمیدونم آتش ها، عذابهای علیم، نار جهنم، از این حرف ها. یعنی که اخلاقیات اسلام هم واقعا اخلاقیات اسلامی اخلاقیات واقعی نیست، چون برای انسان نیست. برای طمع یه چیزی جد جوابش گرفتنه. سالی 6 میلیارد من شنیدم تومان نمیدونم دلار میرون کربلا و نجف، این هموطنای ما میرن خرج میکنن برای طمع این کار، برای کار خیر نیست. کار خیر این است که این سرمایه جمع بشه در مملکت ما، بیمارستان ها درست بشه، مدارس درست بشه، در توسعه این جامعه کمک گرفته بشه، نه هی برد اینا رو سر این قبرها خرج کرد. از طمع‌کارگی و نادانی است. شش میلیارد نمیدونم در حج عمره خرج شد. آقا بشین سر جاد حاجی، بشین سر جاد نگاه کن در اطرافت، ببین آقا در همسایگی در این شهر چه مایه فقر و بیچارگی هست، چه میزان بچه های بی سرپرست هست. همش صحبت طمع‌کارگی است برای که یه چیزی گیر ما بیاد، این میخوام یه چیزی گیرمون بیاد، اگر چه موهوم باشه این حرف. بعد از مرگم آدم راحت نمیذاره این اسلام عزیز که آقا تو این دنیا هر کاری کردی کردی، با دیگه مردی ما دیگه راحت میکنیم، برو خاکشو برا خودت صفا کن. که البته عقلای ما هیچ کدوم این حرفا رو قبول نداشتن. شما به کار عقلا نگاه کنید، متصوفین و عرفای بزرگ، عقلای بزرگ مثل رازی و ابن سینا و فارابی و اینا که اهل عقل بودن، اهل حکمت، میخندیدن به اینا رو میگفتن این فلسفه عوام دیگه، این برای عوام الناس، چون سخنی که استدلالی که نشود اون رو ازش استنتاج درست کرد، این منطق منطق فاسدیست. آقا به چه دلیل حرفا رو شما میزنید؟ هیچ دلیلی نداره که به چه دلیل، دلیل نمیخواد که. شیخ مفید گفته است بنابرای سند خود، آقا چه سخن لاتاریست،
اینا عرض می شود که این کلیت المتقین از تعریفات عالم ربانی مرحوم ملا محمد باقر مجلسی رضوان الله علیه. خیلی خیلی این کتاب مشهوره، چیزها در این کتاب هست مایه خنده. خب از جمله مغالطات مشهور 10 مغلطه در دین هست که اینا از همه مغالطات مشهورتره. همه دین ها تقریبا این 10 مغلطه رو به کار میبرن، اینا مغالطات هست. بله، اول این هست که خیلی خوب بهش میگن که آرگومنتوم اد ایگنورنتیوم، یه ایگنورنت یعنی نادان، اینه به زمان لاتین هست، یه در واقع استدلال مبتنی بر جهالت، مبتنی بر جهالت، چیزی که نمیدانیم. میگوید که میتوانی ثابت کنی که روح نیست؟ میگه من چگونه ثابت کنم که روح نیست؟ میگه پس حتما هست. یه مغلط هست. میتوانی ثابت کنی که خدا نیست؟ ثابت نمیتونم بکنم، ولی نشانه ها هست که خبری نیست، پس حتما هست. این که میتوانی ثابت بکنی که نیست به حتما هست، این مغلطه است. این عرض کنم که از مغالطات مذهبیون هست. خب هر می شود که feeling to pity، pity یعنی آویزون شدن به عواطف و احساسات و بیچارگی در واقع، pity. مثلا میگوید که تو قبول داری که حضرت امام حسین سرور جوانان بهشت است؟ میگی که نه، من کدوم بهشت آقا، ما نشانه از بهشت نداریم، فرانی حرفا. بعد میگه خجالت نمیکشی که این مرد آمد و خودش رو فدا کرد، شمر لعین با 70 ضربت گردنش جدا کرد، علی اصغر رو در آغوشش بود. یعنی آویزون میشه به یه احساسات برای اثبات یک امر مهمی. آقا چه ربطی داره؟ این هم یه مغلطه دیگری، آویزان شدن به این احساسا. خب یه مغلطه هم هست که اگر یه چیزی در جامعه زیاد گفته بشه و بر زبانها جاری بشه حتما حقیقت داره، مثل همین داستان عرض می شود که فشار قبر و عرض می شود که داستان روح و موضوع جهنم و بیا آقا شما قبول نداریم، آقا من که چند چیز قبول ندارم، آقا همه دارن میگن، همه بگن. این تشبث به تعداد، تشبث به تعداد یک مغالطه بزرگ. شما تشریف برای هندوستان یک حرفای میزنن که باورتون نمیشه. قویاً یک در واقع بخش بزرگی از جامعه هند بر این باور هستن که این رودخانه گنگ از وسط کله لرد شیوا سرچشمه میگیره. میگه بابا این هیمالیاس اینجا داره میاد. میگه نه، تقدس رودخانه گنگ بابت اینه که از مغز سر لرد شیوا. خب خیلی حرفا رو میزنن، تشبث به تعداد. یا این که شما میگید که آقا این خیلی حرفای مهمل هست و اینا، آقا شما بهتر میدونی، یا 1.5 میلیارد آدم، یا 1.5 میلیارد آقا میتونی یه نفر درست بگه، میتونی 100 میلیاردش اشتباه کنه، دروغ بگه، نفهمه چی میگه. یک زمانی همه جهان، کل جهان بر این بود که آقا این زمین مرکز جهانه. یک نفر اومد گفت این چنین نیست. یک نفر، اون آقای کوپرنیک.
گوه هر چه ما شنیدیم و گفتن اشتباه بابا، این خورشیده که برتر این منظومه شمسی است و مرکز جهان هم نیست، که البته بعدی آمدن افرازه. همه جان چه میزان وقت داریم یا نداریم؟ سه دقیقه. خیلی خوب، دو سه مغلطه دیگه هم اینجا هست براتون میخونم. بله خب، این نوبلتی، نوبلتی یعنی در واقع چیز نو، نوبلتیزم. امریکایی ها معمولا اینجور ملت هم چیز نو رو دوست دارن، ما شرقی ها معمولا چیزهای قدیم رو بیشتر میپسندیم، فکر میکنیم که بهترین مردان و زنان در گذشته بودن، دوران درخشان مثلا ایران زمین در گذشته بوده، نگاه ما به عقبه. آمریکایی جماعت مرتب میرسه به هم What's new؟ What's new؟ قبلا هم گفتم خدمتون، بعد شما تشریفاتی فروشگاه آمریکا میبینید که روی این محصولات که هست، حالا پاک کننده هست یا حالا هرچه هست، نیو نوشته، نیو، چون میدونه اگه بزنه نیو مشتری میده و نگاه میکنه ببینه چه چیزیست. هر دوتا اینا مغلط هست، یعنی اونی که تکیه میکنه مطلقاً بر اون چیزی که یه چیز قدیمی خوب هست، این مغالطه هست. اونی هم که تکیه بر این داره که نه حتما اون چیزی که جدید هست خوبه، این بحث شعر نو و نمیدونم کلاسیک هم همینجور بود. یک عده بر این بودن که یک سره هر چی در این قالب‌های جدید گفته میشه باطله، هر چی در قدیم گفتن با همون عرض میکنم عروض و قافیه و اینا درسته، در حالی که چنین نیست. ما در بین قدما ادبیات درخشان بسیار داریم، اشعار ضعیف هم خیلی زیاد داریم، بعد در این جدیدی ها هم سخنی که اصلا شعر نیست و بسیار بد هست بسیار داریم، قطعات زیبا و درخشان هم داریم، اونتا کم. این است که این هر دو مغلطه است، یعنی تظاهر به علاقه به پدیده های نو، این خودش مغلطه است، برعکسش هم مغالطه است، میتونه قدیم باشه میتونه چیز خوبی هم نباشه. خب یکی هم اینه که یک چیزی که پاپولار هست در واقع بین مردم مثلا زیارت و اینا، این حتما داره حقانیتی است، این هم باز مغالطه است. خلاصه اون چه با خرد انسان منافات داره و ما نمیتوانیم به لحاظ عقلی ازش پشتیبانی بکنیم، عموما امر باطلی به حساب میاد. امر باطلی بیاد، چون عرض کردم حیطه علم بشری یه حدی معلوم که تعریفی داره، یعنی ما باید بتوانیم تا یک ضوابطی این رو تعریف بکنیم. هیچ کدوم از اینا قابل تعریف نیستن، هیچ کدوم اینا قابل اثبات نیستن. اینه که دوست عزیز شما بحشت نکن از مردن. مردن هم یک طبیعی خیلی 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 طبیعی، پدیده خیلی خیلی طبیعی است، مثل به دنیا آمدن. حالا یه حرف زیبایی هم زده اپیکور، اپیکور حکیم یونانی، خیلی جالبه، میگوید که تا من هستم مرگ نیست، وقتی مرگ هست من نیستم، یعنی من ترسی ندارم. چون فیلسوفای قدیم هم، خود اپیکور هم از اون کسانی بود که معتقد بود دین سرمایه گذاریش روی ترس آدم هاست، میگو وقتی که مرگ هست که من نیستم، که ببینم آقا چیزی باشه که من ازش بترسم یا دردی حس کنم. خب خیلی ممنونم از شما که توجه فرمودید، هموطنان گرامی، بزرگوار، سپاسگزارم از امیر دوست گرامی رفتال فرمان. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.